تقدیم سلام. خبرهای خارجی این بخش را با خبر از امریکا آغاز می کنم. میلیون ها آمریکایی پس از یک تبلیغات کم سابقه و پرهزینه 4 میلیارد دلاری دو حزب جمهوری خواه و دموکرات این کشور از صبح سه‌شنبه به وقت محلی به پای صندوق های رای رفتند. سرنوشت 435 کرسی مجلس نمایندگان از 100 کرسی سنا و 50 کرسی از 7 ایالت آمریکا در جریان انتخابات رقم خواهد خورد. تقریبا عمده نظر سنجی ها نشان می دهد که جمهوری خواهان حداقل 10% از دموکرات ها جلوتر هستند. پیشتر اوباما خطاب به شهروندان آمریکا گفته بود تا دو روز دیگر دوباره این فرصت را خواهد داشت که بگویید بله ما می توانیم. حالا ساعت های بیش به پایان این دو روز باقی نمانده است. به شمول رئیس جمهور، نامزدان و سیاستمداران سرشناس مبارزات انتخاباتیشان را متوقف کردند. نظرسنجی ها حکایت از پیروزی حزب رقیب اوباما دارد. تازه ترین نظرسنجی ها بیانگر کاهش در محبوبیت آقای اوباما است. به همین دلیل میشل اوباما بانوی اول آمریکا روی صحنه آمده است. میشل اوباما به نوادا در غرب آمریکا سفر کرده تا مردم را تشویق به حمایت از حزب دموکرات کند. ما امریکایی ها همیشه در حال پیشرفت بوده ایم و مشکلات را از سر راهمان برداشته ایم و این کاری است که باید امروز هم آن را انجام بدهیم. علت کاهش محبوبیت اوباما که گاهی از او به عنوان پرکارترین رئیس جمهور یاد می شود نارضایتی از عملکرد دولت اوست. این انتخابات بیشتر به عنوان همه پرسی درباره عملکرد دولت آقای اوباما خوانده شده، در حالی که اوباما در تلاش حفظ اکثریت در کنگره است. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا در کنار اسکات مورفی یکی از اعضای دموکرات ایالت نیویورک حاضر شد و مردم را به حمایت از او فرا خواند. جمهوری خواهان نیز بیکار ننشستند. ما امریکایی هایی که دیگر توان و تحمل پرداخت مالیات سنگین را نداریم نمیتونیم اینطور ادامه دهیم. جان بینر رهبر اقلیت جمهوری خواهان در کنگره آمریکا که از او به عنوان رئیس آینده مجلس یاد میکنند در ایالت اوهایو سخنرانی کرده و از طرفدارانش برای حمایت از حزب جمهوری خواه دعوت کرده است. در انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 37 کرسی سنا به رای گذاشته می شود. امریکا، بریتانیا، آلمان و هلند تدابیر امنیتی شدید را در امور ترانسپورت هوایی خود همزمان با نگرانی ها در مورد امنیت محموله های هوایی روی دست گرفتند. این اقدام به دنبال کشف بسته حامل مواد انفجاری فرستاده شده از یمن که در دبی و لندن کشف شد عملی شده است. در حالی که لندن، برلین و آمستردام ممنوعیت ارسال محموله ها از یمن را تمدید کردند، اقدام مشابه را در مورد سومالیا نیز عملی کردند. این اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا با عنوان تدابیر پیشگیرانه خوانده شده است. بسته بم گذاری شده که در لندن کشف شد و قرار بود به آمریکا فرستاده شود، پیشتر از آلمان گذشته بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قول داد که با شرکایش در خاورمیانه برای نابودی غده سرطانی تروریست ها که در شبه جزیره عرب ریشه دوانده همکاری کند. I can confirm to the house that we will review all aspects of air freight security. من می توانم به مجلس اطمینان دهم که ما تمام جوانب مسائل امنیتی را بررسی خواهیم کرد و با همکاران بین المللی خود کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم که ساختار دفاعی ما مستحکم و کارا است. آلمان نخستین کشوری بود که ممنوعیت تمامی پروازها از یمن را اعلام کرد. آمریکا نیز خواستار همکاری بیشتر اعراب در زمینه توقف فعالیت القاعده در کشورهایشان است. اعراب در توقف و زیر فشار دادن القاعده در کشورهایشان کار موثری انجام دادند و به احتمال زیاد آنها بیشتر می‌دانند که امروز القاعده در یمن چه می‌کند. بنابراین همکاری آنها در این زمینه حیاتی است. وزارت دفاع یمن در بیانیه ای اعلام کرده که این اقدام آلمان باعث ضربه زدن به برنامه های یمن در مقابله با تروریسم و به نفع القاعده است. این نوع تصمیم ها فقط باعث تنبیه کلی مردم یمن و ایجاد اختلاف در اقدام دولت علیه تروریسم می شود.
یمن ضمن ابراز ناخرسندی از لغو پروازهای یمن به کشور آلمان، این تصمیم مقامهای برلین را نوعی مجازات دست جمعی توصیف کرد. مقامهای یمن گفتند که این کشور به همکاری با جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم و خشکاندن منابع آن پایبند است. 14 فرد مظنون به عضویت در شبکه تروریستی القاعده در یمن بازداشت شدند. مقام‌های یمنی گفتند که افراد از ولایت ابیان واقع در جنوب این کشور بازداشت شدند. این در حالی است که یک عضو سابق القاعده اطلاعات مربوط به بمب‌های ارسالی از یمن به آمریکا را افشا کرده است.